خب پس مشکلی نیست دیگه. آره ما نتیجه گرفتیم که میریم. اگه شماها نری. کار دیشب خواب دیده که روی سقف کاروان دراز کشیدم و موهام توی نور خورشید میدرخشه. فکر کنم لازم نیست همه اینا رو بهش بگی. البته. خب کجا دارین میرین؟ تصمیم گرفتیم که بریم پرتغال یا کرواسی. ما هم یه بار قبلن لب دریا رفته بودیم، درسته؟ من صبح شدم در دریله رو باز کردم، بعد دیدم دورمون فقط آبه. بعدش من کایا رو صدا کردم و اونم با یه لباس خواب لب دریا نبود، اونجا لاتفیا بود. پس من دیگه تعریف نمی کنم، خودت بگو برش. مارتین در چه حاله؟ خوبه، رفته به یه کنفرانس ایمپلنتولوژی تو فرانکفورت. تمام وقتشو داره کار میکنه. یه قاش فروشی خیلی خوب میشناسم، با هم دیگه تو پاییز میریم، پدرم با خودمون میبریم. خب دیگه درست شد. مواظبش باش. سفر خوبی داشته باشی. موفق باشید. خدافظ. بعدا میبینم. میبینمت. خدافظ عزیزم. غافلگیرم کردی ها. ببخشید لطفا صداشو بیشتر میکنی.
سلام. اوه سلام، مهمونی چطور بود؟ خوب بود. خب ببینم چی کار کردی؟ موشک هوا کردیم. به کجا هوا کردی؟ به آسمون، تقریبا به فضا. اگه به فضا پرواز میکردن خوب میشد. کمربند تو ببند. بفرمایید. کارینا هستم. سلام کارینا. میتونم با مارتین حرف بزنم؟ الان امکانش نیست. میخوای بهش پیام برسونم؟ ممکنه بهش بگی که کوین تصادف کرده؟ خدای من، چه اتفاقی برای کوین افتاده؟ چی شده؟ چی شده؟ از تمام مردایی که میشناسم هیچ کدومشون دیگه به عشق باور ندارن. چی شده؟ همش راجع به صمیمیت و دوستی شعر و ور میگن و بقیه چیزایی که چشمگیر نیستن. کارینا، من دیگه حتی نمیتونم کلمه دوستی رو تحمل کنم. از بالا تا پایین حالمو به هم میزنه. کارینا الان بیمار پیشمه. پس به نظرم اونا کسایی هستن که قراره ازدواج کنن و بعد ازدواج فقط قراره به کارشون فکر کنن. چی میخوای؟ میتونی وقتی برمیگردی یکی لوسیب زمینی بخری؟ دارم پوره سیب زمینی درست میکنم. خیلی خوب، امشب میای اینجا؟ شرمنده، خونه کار داشتم. خودم غذا رو سفارش دادم. نوشیدنی خیلی ممنونم. ساعت 2 ظهر، تو نباید الان سر کار باشی؟ من چای سبز با عسل میخوام لطفا. چای سبز با عسل؟ چای سبز با عسل؟ کارل کارل، بذار ببینم، بذار ببینم. من باید برم. یه یکم خوش بگذرونی. کارل. بله. دوستت بود؟ نه، آره، یعنی میتونست باشه. 6 ماه پیش مجبور شدم اخراجش کنم. چرا نمیای خونمون؟ کارل، بذار ببینم، بذار ببینم، بذار ببینم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتینمنت. خب، من برات انتخاب کنم. رام. رام. رام 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 رام. قشنگه قشنگه. دوستان عزیز، مارتین عزیز، همکاران، دوستان، تبریک میگم. تو مرد خوششانسی هستی. آرزوها و انتخابهای تو همیشه به نتیجه رسیده. ولی از اونجایی که هنوز مرد جوانی هستی، راه درازی در پیش داری. اینم یه نصیحت از من. مثل یک زن عاقل پیر، هم در یک کلیسای خالی و هم در یک کلیسای شلوغ خوشحال باش. موفق باشی. موسیقی را بنوازیم. موفق باشی. موفق باشی. تبریک میگم. سلامتی. به سلام. شما که این مجموع خوبان هستیدن. تو خوشحال شدن. چقدر خوب است پس اون کنفرانس بر اومد. باشه.
واقعا تولدش هم یه بهونه شد که ببینم تو نوشیدنی میخوام. نه ممنونم مرسی. کارینا کجاست؟ مارتین تولدت مبارک. خوش بود. بفرم کنار پنجره چیزی خوش آمد. سلام عزیزم. سلام حاج. خوش آمدیم. خیلی بیشتر. راستی از جسیکا خبر نداری؟ خیلی وقت ندیدمش. نه منم خبر زیادی ندارم. خیلی خوشحالم که دوباره هم جمع شدیم. آره منم همینطور. یه چیزی که بیشتر انرژی داشته باشه که حالا عوض بکنه. نیازش میشه همین کوچ. چه اشرفانه وسرانس. این خوبه. اسم قطعی که میزنی چیه؟ خب من یه دونه از همین میخوام. همشو باید یه جا سر بکشم؟ بله. خیلی تل شیرین بود مگه نه؟ بیا یکم خوش بگذرونی. بذار ببینم. باید جشن بگیری. تنهایی؟ نه با همین. ما رفتیم. نه 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 خوشمزه. نه نه خیلی. نه بذارش زمین عوضی. بذارش زمین. مال خودمه. خوب بود؟ چطور بود؟ تولدت مبارک عزیزم. میخواستم برات یه تولدت مبارک بخونم. این ماسکو در بیار دیگه. کارینا نمیتونستم دیروز بیام. میخوام که تو خوشحالترین مرد توی دنیا باشی. ممنونم. بیا بریم. بیا. نمیتونستم زودتر بیام. کارینا آخ عزیزم. خدای من. اینطوری برنامه ریزی نکرده بودم. اینطوری کار نمی کنه. اینطوری کار نمی کنه. اینطوری کار نمی کنه. اینطوری کار نمی کنه. من این بورو خیلی خوب می شناسم. من حالم خوبه.
اینطوری کار نمی این داستانم خوب بلدم. مطمئن شو که وارد خونه میشه. لعنت به تو. بذار بریم خونه. فکر میکنم که کاملا منطقی باشه. چرا؟ با در نظر گرفتن جایگاهمون حسابداری تعهدی بهتر از بچه نقده. کارینا بر اساس پول نقد ناهنجاریه یه بدی توی کارمون ایجاد میکنه. کارینا ما توی کامپیوتر چیزای خوبی ندیدیم. چرا کامپیوتر منو روشن کردی؟ وقتی که ناخوش بودی یه سندی رو نیاز داشتیم. فکر کنم تو یکم چاق شدی. اوضاع تو رو به راهه؟ چی؟ دیگه چی پیدا کردی؟ چی میخواستی بدونی؟ این که از چی خوشم میاد؟ این که شبا گریه میکنم؟ میخوام بدونم تو چی لازم داری؟ دقیقا دنبال چی هستی؟ میخوای بدونی که من چایی دوست دارم یا قهوه؟ تو چی در مورد من میدونی؟ هیچی نمیدونی. کارینا. پس اخراجم کن. مردم بهت اهمیت کی؟ میده. کی اهمیت میده؟ خودم. حداقل یه نفر میده. متاسفم. همه چیز داره عوض میشه. بعضی وقتا انگار داره زندگی از دست میره. بیا بریم بیرون یک کم من هومه شهر زندگی می کردم و ساختمون های آپارتمانی رو دوست داشتم. می تونستی توشون گم بشی، انگار توی جنگلی. سوپرمارکت هایی در مرکز جنگل واقعا ایداله. روابط در حد اقلش بود، فقط با محصولات در تماس بودی. تمام اون مغازه های گوشه و کنار و کافه های حیات داری که داریم منو کاملا می ترسونن. خواستم که پزشکی بخونم چون هدف خوبی واسش داشتم، ولی به مردم کمک کردن باعث نمیشه که ژن‌هات زنده بمونن و به هر نحوی انتقال پیدا کنن. و به هر حال بعد یک روز توی اتاق عمل بودن عصرش حس خوبی داشتم. بعد از فارغ التحصیلی ازدواج کردم. خوب بود، خوشحال بودم. بعدش سیاست، جبهه مردم، با جمعیت جلو رفتم، باهاشون همخونی کردم. میدونم احمقانه بود،
ولی توی زندگیت همیشه همچین شانسایی نصیبت نمیشه تا از خودگرایی، فردگرایی یا منفیگرایی دور بمونی. شاید توی دین یا موسیقی همچین چیزی برات اتفاق بیفته. بعدش دهه 90 رسید. دوران سختی بود. من 30 سالم شد. اولین بچه‌مون به دنیا اومد. یه پسر بود. بعدی هم یه پسر بود. من رئیس بخش شدم و بعد بیمارستان رو ترک کردم. بوروکراسی خلاقیت رو کشت. ولی برای کمک به مردم باید خلاق باشی تا کیسه صفرا رو بتونی عمل کنی. بعدش وارد مشاوره املاک شدم. میبینی؟ از پس انداز استفاده کردم تا اینو بخرم. درستش کردم و بعدش فروختمش. تجربه خوبی بود. بعدش این یکی رو درستش کردم و دوباره فروختمش و بعدش این و این. هر بار همون الگوی همیشگی: بخر، درست کن و بفروش. از این یکی خوشت میاد؟ اینا پسرای من هستن. میبینیشون؟ چرا این عکس رو با خودم این بر اون بر میبرم؟ یه کلبه تابستونی توی حومه شهر خریدم. اونجا برای اولین بار شکوفه درخت گیلاس دیدم. پسرها بزرگ شدن. فهمیدم که از روتین خوشم میاد. و بعد شروع کردم به ورزش کردن. زمستونا میرفتم اسکی میکردم و وقتی 50 سالم شد جدا شد. حس کردم که دیگه هیچ حقی ندارم تا یکی دیگر رو بدبخت کنم. ولی فکر کنم اون بیشتر آسیب دید. هیچ نوه ای ندارم. دوست دارم یه پدر بزرگ خوب باشم. تا یه پدر خوب. ولی در حال حاضر هیچ موقعیتی وجود نداره. عصرا اغلب به گذشته برمیگردم. ولی جالب اینجاست، سریعتر و سریعتر به خواب میرم. انگار هیچ جوری از گذشته پشیمون نیستم. چند تا درخت سیب دوروبر کلبه تابستونیمون کاشته بودم. منو یاد خونه مامان بزرگم مینداخت. یادش بخیر. همه توی طبیعت حسشون بهتره. میتونی بیای اونجا حرف بزنیم. تو تنها نیستی. میخوای شونتو ماساژ بدم؟ نه نمیخوام. شونمو نگیر. نمیتونی پس نشونت میگیرم. آی 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 آی. موهامو شونه کن.
شمشیر رو الان با شمشیر نصفت میکنم. بده من لعنتی بکشش. بیا اینجا بزنش. سلام بچه ها. سلام بستنی آبادی. سلام. سلام. یکم هم برای من بریز. آخ جون بستنی. اول سوپ میخوریم بعدش بستنی. اول غذا بعد سوپ. من بستنی میخوام. تمری که بابا بزرگ آورده رو ببین. ببین واقعا چه تمری. همه چیز اینجا مرتبه. زندگی خوبه. توی مارینا هوا خوب و تازه است. عجوزه های پیر بیرون از پنجره حرف میزنن. عجوزه های پیر. تولدت با تأخیر مبارک مارتین عزیز. با عشق پدر بزرگ. عالیه. ببین کوین اینجا برامون چی نوشته. بخونش. زود به همون سر بزن. درست گفتم؟ آفرین. خیلی خوبه. آفرین. آره. زود به همون سر بزن. برو بیرون بازی کن. ممنون. دستتون درد نکنه. برات یه سورپرایز دارم. دو تا بلیت خریدم به پاری مافرا بارسلونا. تو هیچ وقت نمیخواستی بری اونجا. خوابه توی چادر رو دوست نداری. چی الان داره اذیتت میکنه؟ پول هدر رفته. بقیه رو میزنه. این یه اسلحه هست. وقتی یکی بهش حمله میکنه با زیرش ضربه میزنه. با زیرش ضربه میزنه؟ با دومش. بعدش اینا رو هم میخورن. پاشون رو گاز میگیرن و میافتن. به آدم ها آسیبی نمیرسونه. مگه اینکه آدم ها اذیتش کنن یا چنگالاش میتونه یه انگشت یا دست رو قطع کنه یا حتی سر رو. خطرناکه. اینم پایان کتابه. میشه یکم بستنی بخورم؟ امروز نه. خیلی خوب. من دیگه باید برم. باشه پس من میرم بازی کنم. خیلی خوب فقط بیرون نری. پول هدر رفته.
هر بار این درو محکم نبند نرو. شلوار گرم کنم و خونه جا گذاشتم. مامان من خیلی خستم. پس بخواب. نمیتونم. سعی کن. کی میرسیم به ساحل؟ میخوام عروس دریایی ببینم. واقعا آفتاب شدیده. آره خیلی آفتابش سوزنده است. باید حسابی همه جا رو کرم بزنم. آره کرم بیشتری بزن. بذار ببینم. او لالا کی اونجاست؟ کی اومده؟ عزیزم ایوا سلام. کارینا اومده. خوشحالم که اینجایی. باورم نمیشه که بالاخره اومدی. سلام. سلام سلام کارینا. سلام عزیزم. خوشحالم میبینمت. من یه اشتباه کردم. اینکه عجوزه های پیر یکم زردچوبه آوردن. بعدش برای اولین بار زردچوبه درست کردم و اونقدر منو به هم ریخت که نتونستم بخوابم. چند تا سویشرت پشمی اضافه برات آوردم که مجبور نباشی اون همه رو بشوری. اینا رو بپوش. تو کی بر نمی کردی؟ نمیدونم. پنجرهات هنوز چسب خوردن. خب آره هنوز وقت نکردم. اخیراً حالم خیلی بده. راستش با هم تیر میکشه و درد میکنه و فشار خونم بالاست. کلا نوزام به هم ریخته است یکم. میتونی این پاییز بیای شهر؟ نه نمیام. خونه کارل اتاق خودتو داری. یه باغ بزرگ که پاهاتو بذاری روی چمن. درسته. اینو با خودت نمیبری. راستش ماه آگوست باید بیام شهر. وقت دکتر دارم. بابا من نمیدونم تا کی بر نمیگردم. بهت خبر میدم. پس از اینجا خوشش میاد. یک تابستون زیبا.
تو کجایی؟ سلام. لباس قشنگی؟ ها ممنون. میتونم با کفش من داخل. ایشون جولیا است. سلام. سلام. مارتین هستم. جولیا هستم. از داشتن منم همینطور. کارینا. خوشبختم. کوین کجا؟ روستاست، خونه پدر بزرگش. عزیزم. یه بریم بخوابیم. باشه. داخل یه هواپیمایی از پنجره بیرون رو نگاه میکنین، زیرتون یه بیابونه، بعدش یه چیزی از دور میبینین، یکم دقت میکنید، یه بمب اتم منفجر شده. خب قبلش تازه پرواز کردین؟ چرا میپرسی؟ قبلش مشروب سرو کردن. آها آره آره. پس نوشیدنی رو با آرامش میخورم و شروع میکنم به جیغ کشیدن. من تا حالا اصلا یه انفجار اتمی رو ندیدم. مثل این میمونه که طلوع یه خورشید جدید رو ببینی. از توی بیابون؟ بله، خورشید همیشه از بیابون طلوع میکنه. فکر میکنم که شلوارم رو خیس میکنم. بهتره فکر کنی که پوشک بپوشی. من مطمئنم که دعا میکنم. چه دعایی میکنی؟ که زنده بمونم. نظر تو چیه راین؟ کسی میتونه از همچین موقعیتی جون سالم به در ببره؟ وقتی یه بمب اتم منفجر میشه اولش موجای الکترومغناطیسی تشعشع میکنه. خدای من. که مشکلی نداره، خیلی از هواپیماها میتونن بدون الکتریسیته حداقل برای یک ساعت پرواز بکنن. پس چقدر زمان داریم؟ نیم ساعت. کسی نوشیدنی میخواد؟ آره، برای من بریز. نیم ساعت. رادارهای زمینی از کار میفتن، پس از ابرها فاصله بگیر. هر دو بمب‌های عادی و اتمی. امیدوار باشین آسمون صاف باشه که بتونین ببینین. خیلی خوب. و سعی کنید که نزدیکترین خط هوایی رو پیدا بکنید. و یه بسته پوشک خشک. یادتون میاد؟ من در اون لحظه یه کاری انجام میدم. میدونی من چه کار میکنم؟ من به همه یه اینک آفتابی میدم. من مارگاریتا. انتخاب خوبیه. من امیدوارم که کور بشم. اگه کنار پنجره نشسته باشی احتمال زیادی وجود داره که کور بشی. خودمو خیلی محکم به پنجره فشار میدم. این گوش تو یک شومینه دودی شده. ما تازه از گل ببرگشتیم. خیلی خوب بود. برای تابستون آمادش کرده بودیم، لوله کشی کردیم. حالا هر وقت بخوایم میتونیم بریم. اگه بخواین شما هم میتونین برین یکم توی کلبه تابستونیم استراحت کنید و نفس بکشین. اوه نفس بکش. ما تنریف رفتیم. تمام سفر مریض بوده. همه چیز درست میشه. قطع زیبایی. مادر جولیا داره میزنه. برات می نویسم. دیگه چی می خوای؟
اگه جوان تر بودی حتما موفق تر بودی. برنامه ریزید ممکن بود که یکم سود داشته باشه، ولی مطمئنا نه با من، نه با یه دختر روستایی. اینطوری نیست شوهر عزیزم، هیچ وقت نمیتونستی کمتر از الان به من اعتماد داشته باشی. وقتی که کاملا خستم، هر بارم که ببینی یه میمون یه میمونه، چه پادشاه باشه چه برده، هیچ قانون و فردی نمیتونه همچین فاجعه بزرگی رو درست کنه. خودت هم نمیتونی آقای اونگین. چرا همش به من ظلم میزنی؟ مارتینم یه دوست دختر جدید داره. این تابستونم یه مسافرت بریم؟ آره. کجا؟ بریم جورجیا. چرا جورجیا؟ خب اونجا خیلی ارزونه، خیلی هم زیباست، هم گرم و هم زیبا و هم ارزونه. نظر تو چیه مارتین؟ راجبش فکر میکنی؟ جورجیا خیلی زیباست. کی میخوایم بریم؟ هفته اول آگوست. مثل همیشه، برای دو هفته. لعنتی، وقتی مارتین داره با زنای دیگه خوش میگذرونه برنامه داشتم که برم بیرون. میتونی نواسط جولای بری؟ جورجیا واقعا زیبا و ارزونه. من با کسی وقت نمیگذرونم. خب باهاشون هستی؟ قراره با ماشین بریم یا با هواپیما؟ یا اونجا ماشین کرایه کنیم؟ من باید یکم هوا بخورم.
زندانی سر پسر بچه داد میزنه که به من نگاه کن، منو نگاه کن، منو فراموش نکن. آره همینطوریه. اه که اینطور، راستی اینا رو به حسابم بزن. دنبال یه ماشینم که جک داشته باشه. من کسی رو نمیشناسم ولی خب پرسجو کنی حتما پیدا میکنی. واسه چی میخوای؟ من میخوام که یه تریلر رو جابجا کنم. پس بزن به حسابم. ممنونم. من یه نفر میشناسم. دگ، دگ میتونی ماشین بابا تو قرض بگیری؟ دختر شهری ماشین میخواد. فکر کنم که بتونم. راجع به اون مکان مقدسی که نزدیک به اینجاست میدونی؟ تو دنبال هیجانی؟ نمیتونی پیداش کنی یا چی؟ ما مکان مقدس نداریم. فقط یکم درخت داریم که یه فرش بندازی زیرشو برای حیوانای چاق دعا کنی. واسه محصول زیاد و سلامت بچه ها و همسریابی و برگشت شوهرت به خونه دعا کنی. میفهمی اینا رو؟ دو یورو. جای خوبی رو انتخاب کردی. همه دوستش دارم. محبوبم هست. جوانای محلی برای تفریح میرن اونجا. از اونجا چی میخوای؟ یه تیکه زمین برای کلبه. همینجا بپیچ. او پسر آرومتر. خیلی خوش اومدی.
بیا بگی این خوراکی ها رو واسه تو خریدم. پشت سر هم پیش میاد. مردم همگی قبلا به شهر میرفتن، الان همه یه خونه روستایی دارن. همسرم امروز صبح مرد. امروز نمرد، دارم چرت و پرت میگم. همسرم 5 سال پیشون بالا مرد روی صخره. 18 آگوست ساعت 6:40 ظهر توی دستای خودم یه رگ خونیش ترکید. سری مرد، ولی برای خودش و برای من و پسرامون خیلی تخلا کرد. بعد شروع کردم به خاطرات نوشتن. حساب کردم که چقدر دیگه وقت برای زنده موندن دارم و الان دارم برعکس میشمارمش. یه چیزی هست که منتظرش باشم. دوستش داری؟ آره. دوباره نخواستی که ازدواج کنی؟ برای چی؟ مگه چند تا زندگی هدر رفته به کارمون میاد؟ غذای خوبیه. اگه میتونستم زندگیمو دوباره شروع کنم. عذر میخوام، علاقه ای ندارم. ببخشید که بیادبی میکنم، ولی تو چه چیزیو میخوای بگی که تا الان کسی نگفته؟ شروع دوباره؟ دوباره از اول شروع کردم. کمدین خوبی هستی، ولی یه کمدین خیلی خوشگل. کمپرت خیلی خوب تجهیز نشده. چیزی لازم داشتی میتونی از همون کمک بخوای. من همیشه اینجام. دگم میتونه شبا کمکت کنه چون روزا تو مغازه است. لعنت به کاپیتالیسم چون هممون رو دیوونه کرده. اگه بخوای میتونم برات کتاب بیارم. چه کتابی؟ کافکا. از کافکا خوشم میاد. نامه‌ای به پدرش، داستانش واقعا غمگینه. چی میخونی؟
یه کتاب از موراکامی. همسرم ازش خوشش میاد. سعی میکنم درکش کنم. از تنها بودن تو شب نمیترسی؟ نه اصلا. از اینکه کنجکاو بودن و از دست بدن میترسم. اینجا چی کار میکنی؟ کاری نمیکنم. دو هفته اوله که فقط خوابیدم. تو از چی میترسی؟ از اینکه ضمیر ناخودآگاه کنترلم کنه. چرا؟ نمیدونم. چه اتفاقی میفته؟ اینجا باید یه مکان مقدسی باشه. ما یه جایی نمیریم، لعنت بهش. اون جای مقدس خراب شدن وقتی که بیگ بنگ اتفاق بیفته و فقط یک پنجم ما باقی بمونه که برای چند صد سالی چرخ بزنن، غذای کنسروی و دونه هایی رو بخورن که توی مغازه و انبارا باقی مونده و بعدش یه روز مجبورن که شکار کنن. پس اونا دنبال اون مکانا میگردن و پیداشون میکنن. اونا برای مردمیان که به دنیای اطرافشون نیازمندن. متوجه شدی؟
سنگای سونه خیلی مقدسن. تو دنبال چی میگردی؟ تو دنبال یه مردی؟ ببینم مردت کجاست؟ داری به مردامون نگاه میکنی؟ بابویی که داری گولشون میزنی؟ و اونا بعد دوباره آسیب میبینن. راستش اینجا ما دوست نداریم. اینجا ما همچین چیزی رو دوست نداریم. من تا الان هیچ وقت به اندازه دیشب مست نکرده بودم. حداقل همچین حسی دارم الان. فکر میکنم زیاده روی کردم. چه خبر؟ فردا قرار یه مهمونی بزرگ بگیریم. اگه بخوای میتونی بیای. پدر بزرگ دگ داره 100 ساله میشه. اگه دوست داشتی میتونی تیپ بزنی. یه هدیه. ایناش. تمومه. راستی تو برای فردا برنامه چی؟ به نظرم فوق‌العاده میشه.
کارینا! کسی اینجا نیست؟ کارینا! کوین منتظرته. تیک گرفته بود. خب ما رفتیم دکتر. و بعدش؟ تو دیوونه ای. من دیگه نمیتونم ادامه بدم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتینمنت. من بدون تو خیلی بی‌حوصله‌ام. من نمیتونم. نمیتونم. یعنی چی؟ همه چیز درست میشه. نوشیدنی نخور. امشب باید رانندگی کنی. دیگه اونقدر دلم برات تنگ نمیشه. الان برو. کی برمیگردی؟ این سفر منه، تو هم توش حضور نداری. میبینی که کی برمیگردم. این حرف آخرته؟ برو. درکش نمی کنم. قیچی کوچولو کجاست؟ تولدت مبارک، تولدت مبارک.
تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. یه روز دگ از دانشگاه اومد خونه و هیچ کس نمیدونست که چه اتفاقی واسش افتاد. احتمال نمیتونست. آیا اینجا داری چی پیش پیش میکنی؟ پدر عزیز باشه که 100 سال دیگه هم عمر میکنی. یکی گفته تو شوهرتو کشتی. اینجا داری چی کار میکنی؟ تو واقعا دختر عجیبی هستی. Thank you.
Thank you.